اگر جسم انسان از طعام و شراب سیر نگردد، سبب آن است که قلب آن انسان از ذکر الله سیر نگشته است. ذکر الله حیات قلب و راحت آن است. و در حدیث آمده است که مثل آنی که پروردگارش را یاد میکند و آنی که پروردگارش را یاد نمیکند، به مانند زنده و مرده است. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. با ذکر الله تعالی قلب آرامی و آسودگی پیدا میکند. همچنانه که الله سبحانه و تعالی فرمود، آنان که ایمان آوردند و دلهایشان به یاد الله آرام میگیرد، آگاه شو دلها به یاد الله آرام میگیرند. سوره رعد آیه 28. اینچنین ذکر کردن الله وصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که مردی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده گفت: ای رسول الله، شریعت اسلام بر ما زیاد شد. آیا برای من چیزی هست که آن را من به طور دائمی اجرا بکنم؟ فرمودند: زبانت همیشه با ذکر الله شب و روز تر باشد. حدیث با روایت امام ترمذی، ابن ماجه و امام احمد. انسان اگر روزه بگیرد و از خوردن نوشاکه ها دور باشد، سعی کوششش به ذکر الله زیاد میکردد. پس روزه داشتن این فرصت ذکر کردن در مسجد است و نشستن بعد بامداد تا برآمدن آفتاب است. و اینچنین ذکر کردن الله بعد نماز عصر تا اذان نماز شام است. و هم بعد سحر خوردن یاد الله کردن و طلب مغفرت گناه کردن تا اذان نماز بامداد. زیرا ذکر کردن و در یاد الله سبحانه و تعالی بودن را پروردگار به ما امر کرده است. همچنانه که فرمود: پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، و مرا سپاس گوید و به من ناسپاسی نکنید. سوره بقره آیه 152.